بسم الله الرحمن الرحیم شاگرده عزیز سلام به جلسه دوم درس بیولوژی سنف دوازده هم خوش آمدین قسمی که در گوشه تخت می میبینید عنوان امروزی ما در رابطه با قوانین مندل است خوب است که یک مروری به درس گذشته داشته باشیم ما روز پیش در رابطه با ژنتیک و علم ژنتیک و در رابطه با خود مندل گپ زدیم گفتیم ژنتیک یا علم راست علمی است که از خواص یا از انتقال خواص موجودات زنده از والدین به اولاد بحث میکنن و همچنان در رابطه به مندل گپ زدیم که چرا مندل به نام پدر علم ژنتیک تعیین شد خب درس امروز ما در رابطه به قوانین مندل هست ببینید شاگردای عزیز مندل چون از نتیجه کار خود مطمئن نبود قبل از اینکه قوانین خود فرمول بندی بکنه ای اونمو قوانین خود بر اساس چند فرضیه خلاصه سازی کرد که بر اساس چهار فرضیه بود خب در قدم اول ما باید فرضیه های مندله بخونیم چه فرضیه های مندل خب فرضیه اول مندل مندل می گفت که موجودات زنده برای یک صفت دو حالت داره برای یک صفت دو حالت داره این فرضی اول مندل است موجودات زنده برای یک صفت دو علیل داره دو علیل داره یک علیل از از پدر میگیره و علیل دیگر هم از مادر میگیره خب فرضه دوم مندل چی است مندل میگفت که علیل ها ممکن مشابه باشند و یا هم مشابه نباشن مشابه نباشن مثلا چه رقم اگر در رابطه به رنگ گلهای نبات مشونگ مد نظر بگیریم نبات مشونگ هم دارای رنگ ارغوانی هست و هم دارای رنگ سفید خب فرضه های فرضه سوم مندل چی هست فرضه سوم مندل مندل می گفت زمانی که القا صورت میگیره یکی از علیل ها ظاهر میشه و دیگه علیل ها مخفی میشه در هنگام تزویج یک از الیلها ها ظاهر و دیگر آن مخفی می شود چرا مندل ایره گفت به خاطر که مندل تجربه انجام داده بود خب مندل او علیلی که ظاهر شده بود یا صفتی که ظاهر شده بود او را به نام غالب و صفتی که مخفی شده بود او را به نام مغلوب یاد کرد دیگه من فرض مندل چی است مندل دیگه می گفت که در هنگام تشکیل گمت در هنگام تشکیل گمت گمت چی گمت یا حجره جنسی حجره جنسی در هنگام تشکیل گمت یا حجره جنس جنسی یکی از علیل ها انتقال میکنه یکی از این علل ها انتقال میکنه خب اینا از جمله های مندل بود که در قوانین مندل اینا رو باز, باز هم ما شما تکرار میکنیم خب شاگردای عزیز عنوان بعدی که ما شما میخوانیم در رابطه با تزویج یک رگه یا مونو هایبرید کراسس مونو هایبرید کراس یا چی تزویجی یک رگه خب تزویج یک رگه چی است تزویج یک رگه میگیم هر والدین در یک صفت از همدیگر فرق داشته باشه این را میگه تزویج یک مندل به خاطر آسانی کار خود به خاطر که غلطی در تجارب آزمایشات از ایجاد نشوه بیشتر به نباتات توجه کرد که تزویج یک رگه داشتن خب این مثلا چه کار کرد ای نبات را پیدا کرد که در یک صفت از هم فرق داشت مثلا نخودی که دانه زرد داشت و دانه سبز داشت فقط در رنگ دانه از همدیگر فرق داشتن خب ای چی کار کرد؟ مندل یک دانه نخودی زرد مزکره همراه با سبز معنیس القا کرد که ایره گفت به نام نسل پدری یا پرینت جنریشن در نسل اول زمانی که ایره القا کرد در نسل اف یک اف یک نسل اول اف یک فرست فیلیل جنریشن یا نسل اول زمانی که ایره القا کرد دید که تمامی از این دانه ها چی شد زرد برآمد مندل این دفعه کار خود برعکس انجام داد چرا خم این دفعه دانه های زرد مؤنث همراه با سبز مذکر تزویش کرد زمانی که تزویج کرد باز هم دید که چی است دانه ها کلش به رنگ زرد به وجود آمده خب مندل نتیجه نسل اول که کلی دانه ها دارای رنگ زرد به وجود آمده ای را با حالت خودش رها کرد چرا رقم با حالت خودش رها کرد؟ یعنی تزویج خودی کرد تزویج خودی یا القای خودی یا سلف فرتلایزیشن ای را وقتی که با خودش القا کرد در نسل F2 در نسل F2 وقتی که نتیجه را حساب کرد دید که سه بر چهار حسه از این دانه ها زرد به وجود آمد و همچنان یکی بر چهار حسه از این دانه ها چی برامد؟ سبز برامد سبز برامد خب بر اساس از این تزویج یک رگم مندل توانیست قوانین اول و دوم خودش کار کنه؟ فرمول بندی بکنه خب این دفعه میم روی قوانین مندل خب این فرضیه های مندل بود که بر اساس فرضیه فرض رو میفهمین که بر اساس حدس و گمان استوار است و گفته نمیتونیم که ای صد فی صد درست می برایه یا هم اشتباه خب این دفعه میم روی قوانین مندل قوانین مندل قوانین اول خب مندل در زمانی میزیست که تکنولوژی پیشرفت نکرده بود چون تکلو... تکنولوژی پیشرفت نکرده بود مندل درباره جنها و کروموزوم ها هیچ معلومات نداشته بسیار معلومات اندک داشت پس مندل با آن هم طبق تجاربی که انجام داده بود قانون اول خود به نام قانون اوصاف واحد یا این که law of unit characters قانون اوصاف واحد چی را بیان میکنه من دل معتقد بود که حتما کدام عامل یا فاکتوری وجود داره که جین ها رو کنترل میکنه یعنی صفات از والدین به اولاد کار میکنه انتقال میکنه این به نام قانون اوصاف واحد این نام نهاد که امروزه وقتی که دانشمندان تحقیق کردن تجربه انجام دادن این دریافتن که بله او جین هست که ای فاکتور چه ای کنترل میکنه یعنی باعث انتقال صفات از والدین به اولاد میشه قانون دوم مندل چی است قانون دوم قانون دوم مندل به نام قانون بارزیت و مخفی بارزیت و مخفی که در انگلیسیش میشه پرنسپل آف پرنسپل دومیننس دومیننس اند ریسیسیف اند ریسیسیف خب این قانون برای ما چرا بیان میکنه؟ من دل تجربه ای که انجام داده بود مثلا در تزویجی اگرگه یا مونو هایبرید کراس وقت که تزویج انجام داد در نتیجه در نتیجه نسل اول و نسل دوم دریافته بود که در نسل اول تمام دانه های زرد چه بود غالب بود اما در نسل دوم دید که رنگ سبز هم اینجا باریس شد این بروز کرد پیدا شد پدیدار شد خب این قانون بیان میکنه زمانی که دو موجود و زنده با همدیگر تزویج میشه صفات یکیش بالای صفات دیگه یک مقدار قوی تر است از او خاطر باعث میشه که او صفت دیگر چیکار بکنه مخفی بکنه خب مندل دیگه چیکار کرد در قسمت صفات بارز را به نام دو مننت, مننت نام نهاد و صفت مخفی را هم صفت مخفی را به نام ریسیسیف ریسیسیف نام گذاری کرد و همچنان صفاتی که باریز می شد او را به حرف انگلیسی کلان و صفاتی که مخفی می شود او را به حرف انگلیسی خرد نشان داد خب قانون سوم مندل چی است؟ قانون سوم مندل به نام قانون تفکیک یاد می شه قانون تفکیک خب قانون تفکیک یا Law of Law of قانون تفکیک چی بیان میکنه؟ قانون تفکیک ایره بیان میکنه زمانی که گمیت ها تشکیل میشه گمیت ها گفتیم حجرات جنسی زمانی که حجرات جنسی تشکیل میشه در این هنگام یکی از علیل ها انتقال پیدا میکنه زمانی که یکی از حجره جنسی مذکر و که از حجره جنسی مؤنث انتقال بکنه پس در طفل چند تا میشه پس دوباره اون دو تا علیل پدیدار میشه خب قانون چهارم مندل که به نام قانون استقلال جنها یاد میشه قانون استقلال جنها یا لا اف independent یا yeah, این قانون ای بیان میکنه زمانی که دو موجود زنده بیشتر از در بیشتر از یک صفت از همدیگه فرق داشته باشه وقتی که اینا القا میشه تزوج میشه جنها بالای همدیگه هیچ تاثیر نداره چرا تاثیر نداره به خاطر که جنها روی کروموزوم موقع داره ببینید شما در صنف دهم ده کروموزوم به این شکل وجود داره جنها مانند دانه های تسبیح در ریز چیده شده ای کروموزوم ها هست که به صورت مجموعی انتقال میکنه پس از او خاطر اینه میگه قانون جنها قانون استقلال جنها یا Law of Independence به خاطر که جنها بالای همدیگر تاثیر ندارن خب عنوان بعدی ما در رابطه به علیل ها هست علیل ها چی هست؟ حتما تا چندین بار من علیل ها رو تشریح کردم نیاز نیست که باز هم زیاد روی از زی ما بپیچیم علیل ها ببینین اگر ما در رابطه با نبات موشونگ بحث بکنیم نبات موشونگ گلش دارای دو نوع رنگ است یکی گل ارغوانی و یک هم گل رنگ سفید اینمی موجود زنده برای هر صفت خود دو علیل داره اینمی صفات متقابل میگه چی علیل خب بحث دیگه ای داریم در رابطه با جینوتایپ و فینوتایپ ژنوتایپ و فینوتایپ چه هست؟ ببینین ژنوتایپ هم میگیم که به تمام مواد های ارسی گفته میشه به تمام مواد های ارسی گفته میشه تمام مواد های ارسی یعنی چی؟ وقتی که ما گپ از جن میزنیم جن میگیم کروموزوم میگیم مثلا دی این ای میگیم RNA. اینا کلش مواد های ارسی هست ها. پس مجموعه این ازیام ها را میگه چی؟ جنوتایپ اینمی جنو جنوتایپ هست که باعث به با وجود آمدن فینوتایپ میشه زمانی که اینها انتقال میکنه یک موجود زنده تکثیر میکنه تکثیر میکنه از لحاظ ظاهری باز او میگه چی؟ فینوتایپ پس فینوتایپ ش... میشه چی؟ شکلی شکلی ظاهری که ایم... اگر یک دو تا شخص از لحاظ فینوتایپ با همدیگر مشابه باشه ما گفته نمیتونیم که از لحاظ جنوتایپ هم با همدیگر مشابه است امکان داره از لحاظ جنوتایپ اینا مشابه باشه و یا هم غیر مشابه باشه که به احتمال زیاد و در عموم انسان ها از لحاظ جنوتایپ از همدیگر فرق دارند خب شکر عزیز درس امروز ما به من اندازه بس است یک بار مرور میکنم قوانین اول روی فرضیه های مندل گپ زدیم گفتیم مندل قانون خود بر اساس چهار فرضه خلاصه سازی کرد فرضیه اول مندل ای بود که مندل میگفت موجودات زنده برای هر صفت خود دو علیل داره که یک علیل از پدر و علیل دیگه هم از مادر که فرضیه دوم مندل چه بود فرضه دوم مندل ای بود که علیل های امکان داره مشابه باشه هم مختلف باشه مثلا در رنگ گل نبات مشنگ ما مد نظر گرفتیم گفتیم که هم رنگ ارغوانی داره و هم رنگ سفید داره خب فرضه سوم من در فرضه سوم مندل در بود زمانی که دوتا تا موجود با همدیگر تزویج میشه یکیش ظاهر میشه و دیگهش مخفی میشه و ظاهر زیر به نام غالب و مخفی زیر به نام مغلوب یاد میکنه فرضه چهارم که قوانین مندل هم از روی فرضه ها گرفته شده فرضه چهارم مندل ای زمانی که گمیت های یا حجرات جنسی تشکیل میشه علیل ها تنها یکیش انتقال میکنن خب میم روی تزویجی یک رگه تزویج یک رگه گفتم هرگاه والدین تنها در یک صفت از همدیگه فرق داشته باشه ایره میگه تزویجی یک رگه که مندل هم بر اساس ازی تجربه انجام داد قوانین مندل هم به ترتیب میبینین خب شاگرده عزیز امیدوارم شما از تک تک لحظه هاز... از تک تک هایتان استفاده بکنین در هایتان بخونین و کارخانگی شما این هست که اینمی قوانین مندل که اینجا به صورت بسیار شارتکت نوشته شده است شما روی زی تحلیل بکنین و همچنان تزویج یک که مندل روی زی تجربه انجام داده بود شما در اگر, 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 اگر امکان داشت شما هم در خانه های اگر وسایلش داشتین شما هم امی کار انجام بتین انشالله که نتیجه خوب خواد گرفتین تا دیدار بعد شما را به الله منان مسپارم خدایا رو نگه